سلام های گرم و صمیمانه ما رو بپذیرید به برنامه خودتون، برنامه خط رفاه. خیلی خوش آمدید. برنامه هفته ما به طرز دیگه ای تهیه و آماده دیدیم این برنامه رو. دوست همکار من نگار نادری رو نداریم این هفته. من حسن صالحی هستم در خدمت شما و این هفته میخوایم در مورد یک مسئله یکی از مصوبات کنگره 13 حزب کمونیست کارگری صحبت بکنیم، قطعنامه در مورد جنبش کارگری. همونطور که میدونیم کنگره 13 حزب کمونیست کارگری در خرداد ماه برگزار شد و مصوبات متعددی داشت و یکی از این مصوبات قطعنامه بود در مورد جنبش کارگری. در این رابطه و میخواستیم با کاظم نیکخواه و همینطور شهلا دانشور صحبت بکنیم. از هر دوی این عزیزان تشکر میکنم که در این برنامه شرکت کردن. اجازه بدید کاظم نیکخواه، من از شما شروع بکنم. در بند اول این قطعنامه مصوبه 13 کنگره حزب به نقش تعیین کننده یه طبقه کارگر در تحولات سیاسی اجتماعی در سپهر سیاسی ایران اشاره شده. این نقش تعیین کننده رو شما چطور میبینید؟ با درود به شما حسن صالحی و همکارانتون و شهلا دانشور و بینندگان عزیز. خب ببینید، مسئله مهمی هست این نکته، گرچه خیلی واضح و بدیهیه که طبقه کارگر از هر نظر نقش تعیین کننده تو جامعه داره. از نظر اکثریت جمعیت رو طبقه کارگر تشکیل میده، یعنی کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و برحال بخشهای کارکن جامعه. در این حال از نظر اقتصادی گلوگاه جامعه، سیستم موجود، سیستم سرمایه‌داری تو دست کارگراست. و اما نکته که از مهمتری که اینجا این قطعنامه تاکید داره اینه که تو اوضاع سیاسی ایران هم به طور مشخص کارگرا تو این سالا و تو همه این سالا نقش بسیار بارز و تعیین کننده ای داشتن. ببینید مثلا فرض کنید الان ما شاهد اعتصابات کارگران نفت هستیم، مدتی قبل‌تر کارگران فولاد، پرستاران، معلمان، اعتصابات سراسری تو همین یکی دو سال گذشته. میخوام بگم فضای اعتراضی جامعه رو، نبض اعتراضی جامعه رو اعتراضات کارگران تعیین میکنه و به اصطلاح روش تاثیر میذاره و به حرکت در میاره و این از این نظر بسیار مهمه. خواستهایی که کارگران مطرح میکنن مثل درمان رایگان، آموزش رایگان، امنیتی نکردن، مقابله با امنیتی کردن مبارزات، دفاع از حق تشکل، دفاع از اعتصاب، دفاع از آزادی بیان، همه اینا و از جنبه های مختلفی برات میشه نگاه کرد که میبینیم که کارگران چه نقشی، بخش های مختلف کارگران چه نقش مهم بارزی تو اوضاع سیاسی ایران دارن. و این قطعنامه میخواد در وهله اول توجه رو به این وضعیت بارز جامعه جلب بکنه که به هر حال بشه بر این اساس حرکت کرد، استنتاجاتی میکنه و در جهت پیشروی‌های بیشتر، در جهت اتحاد جامعه، در جهت متحقق شدن خواستهای اساسی که مردم براش دارن مبارزه میکنن و اساسش سرنگونی جمهوری اسلامی، رسیدن به یک جامعه آزاد و برابر است. برحال این تاکید اولیه در این جهته و در ادامه خب رو خواستهای مشخصی، رو جنبه های مشخصتری تاکید گذاشته میشه. بسیار ممنونم. شهر دانشور، در این قطعنامه اشاره شده به دستاوردهای جنبش کارگری به خصوص بعد از تحولاتی که انقلاب زن زندگی آزادی که 1401 شروع شد.
این دستاوردها چی ها هستن از نظر شما؟ بله، من هم خدمت شما و بینندگان گرامی سلام دارم. کاظم نیکا از زاویه جایگاه تعیین کننده جنبش کارگری و جایگاه تحول بخشی که داره اشاراتی کردن. ببینید، خب کارگر و طبقه کارگر همیشه دست میبره به ریشه، نقد ریشه ای میخواد، میخواد ستم نباشه، میخواد استثمار نباشه. به همین دلیل عروج جنبش کارگری همواره با خودش گرایشات راست عقب میزنه و با خودش چپ رو میاره جلو و با خودش تعصب رو حتی میاره جلو، و این یک مسئله تعیین کننده است و روند سیاسی جامعه رو به طرف رادیکال شدن، به طرف خواستای پایه‌ای، به طرف نشانه رفتن کل اون اساس تبعیض و نابرابری به اون طرف میبره. و به ویژه تو جامعه مثل ایران شما نگاه میکنید، جنبش کارگری خودش یک پایه محکم منشور بیست تشکل بود. به طور مثال گفتمانهایی که با خودش آورد، گفتمانهایی که گفت ما میخوایم به 100 سال بربریت پایان بدیم، میخوایم نقطه پایانی بذاریم به اینکه از بالای سر جامعه بر جامعه حاکم بشه و قدرت بالای سر نباشه، میگه شوراها و خواستای پایه‌ای و بنیادینی رو در دستور میذاره. به طور مثال یا نظر مبارزاتی، وقتی شما نگاه میکنید یک نمونه برجستش مبارزات بازنشستگان هستش که ببینید یک فاکتور بسیار مهمی در داغ نگه داشتن فضای سیاسی جامعه بوده، در فضای تحرک اعتراض تو شهرهای مختلف تو کف خیابان ها بوده و اساسی ترین و محوری ترین و سیاسی ترین مسائل روز رو آورده جلو و صدای اعتراض کل جامعه بوده. معلمان رو تو همین ظرفیت شما میبینید و کارگران نفت، اعتصاباتی که دارن، کاظم میخوام اشاره کردن، دست میبره به ساختارهای سیاسی اقتصادی حاکم، میگه باید دست پیمانکاران کوتاه بشه. وقتی از خواست افزایش دستمزد صحبت میکنه، استاندارد جامعه رو برای این خاص بالا میبره، توی یه سطح دیگه ای جلو میاره، اونم توی یک مرکز کلیدی کارگری، و یک قدرت میبخشه به توازن قوای سیاسی جامعه. خب اینا همه دستاورده و پیشروی هایی که جنبش کارگری داره. از طرف دیگه ما میبینیم که تشکل ها به تو زمینه سازمان یابی و تشکل یابی جنبش کارگری قدم های بسیاری جلو برداشته که الگو میده برای حرکت های بعدی، برای قوام یافتن سازمانی جنبش کارگری. نمونه هایی مثل شورای سازماندهی اتحادیه کارگران، پیمان نفت، ارکان سالس یا شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران یا شورای هماهنگ تشکل صنفی فرهنگیان و تشکل هایی که جلوتر قبل از انقلاب زن زندگی آزادی شکل گرفتن، که خود این تشکل ها در واقع دستاوردهای جنبش کارگری بوده در برابر حکومتی که هر تشکل حرکتی تو این جهت هزینه داشته. کارگر اعلام کرد که تشکل کارگری امر خود کارگره و اون رو اجرایی کرد و عملی کرد، یا در رأس مثلا کارزار علی امنیتی کردن مبارزات بود و یک گفتمان های جدیدی رو، بنیادی تری رو به جلو آورد. و از همین زاویه شما نگاه کنید، اینا پیشرفی های زیادی ها. یاد به لحاظ اتحاد طبقاتی کارگری میبینید که بازنشست شعار میده، شاغل بازنشست اتحاد اتحاد، یا بخش های مختلف بازنشستگان کنار هم دیگه تجمع میکنن، الگو میدن برای تجمعات بزرگ، الگو میدن برای اعتصابات سراسری. این هم باز بخشی از دستاوردهای جنبش کارگری و میگه اتحاد اتحاد علیه فقر و فساد، و به این ترتیب میاد کل جامعه رو به حرکت در میاره علیه فقر و فساد، علیه سرکوبگری های حکومت، علیه زنان قد علم میکنه، روسری رو راه کن، فکر به حال ما کن، علیه اعدام ها قد علم میکنه، بیانی هایی که میده. خب اینا همه مجموعه اینا رو کنار هم دیگه بذارید، دستاوردهای جنبش کارگری که
در واقع متأثر از خود انقلاب زن زندگی آزادیه که یک موقعیتی رو جنبش کارگری نقش داشت برای کشیده شدن اوضاع به انقلاب زن زندگی آزادی، به انقلاب زن زندگی آزادی یک تحرک کیفیت جدیدی به جنبش کارگری داد و مجموعه اینا امروز ما رو توی یک موقعیت قوی تری قرار داده. متشکرم. خب حالا با توجه به این همه بحثایی که شد کاظم نیک‌خوا کرد و شما هم اینجا اشاره کردید، سوال من اینه که خب یه بخش دیگه قطعنامه میگه بر اساس این داده‌هایی که هست، واقعیاتی که امروز هست، حالا چه توصیف اوضاع و شرایط و نقشی که کارگران دارن و دستاوردهایی که تا به امروز به دست آوردن، یه تأکیدات ویژه‌ای داره این قطعنامه و توصیه‌های ویژه‌ای داره و تلاش‌هایی که حزب کمونیست کارگری به سهم خودش میخواد انجام بده. کاظم نیک‌خوا، یکی از این بندهایی که در موردش صحبت میشه در مورد نتیجه گیری، این اهمیت این که فعالین و رهبران کارگری در مبارزات عملی اتحاد عملی داشته باشن و این نقش تعیین کننده ای داره. سوالی که اینجا پیش میاد، خب این بسیار خوب و بسیار مهمه، ولی الان شهلا دانشور هم گفت که بالاخره در میان کارگرها هم گرایشات مختلف فکری وجود داره و چطوری این اتحاد عملی میسر هست، امکان پذیر هست با توجه به این گوناگونی عقاید و افکار و گرایشات مختلف؟ بله، خب روشنه. تو همه مطرح جامعه از نظرهای مختلفی مرحال سایه روشنهایی، اختلاف نظرهایی اینا وجود داره. بس بر سر اون اهدافیه که کارگرها دنبال میکنن و در مورد اون خیلی از یعنی بخشهای مختلف طبقه کارگر در واقع اتحاد دارن و اونایی که بقیه یک اقلیتی هم اگر نداشته باشن عملا یا کشونده میشن یا کنار زده میشن. مسئله مهم اینه، شما مثلا بریم تو معلم ها، پس بر سر نیست که چقدر عقاید سیاسی مختلفی در میان معلم ها هست. پس بر سر اینه که آیا همه معلمان با یا اکثریت عظیم معلمان با آموزش رایگان همراهی دارن یا نه؟ دارن. شما موقعی که بریم تو بازنشستگان اینی همه بازنشستگان کنار هم قرار میگیرن و شعار درمان رایگان، آموزش رایگان، آزادی کارگران زندانی، آزادی زندانیان سیاسی اینها رو و خیلی چیزهای دیگه، افزایش دستمزد، نمیدونم زندگی مثلا دریافتهای بالاتر از خط فقر و معیشت زندگی اینا که میگن حق مسلم ما، میخوام بگم که در مورد مسائل اساسی معیشتی، صنفی و حتی سیاسی هم نظری های اساسی وجود داره. پس بر سر این است که آیا در همین حدی که هم نظری وجود داره که بسیار وسیع است در میان بازنشستگان، کارگران، معلمان اینا، آیا به تشکل‌های یا سازماندهی واحدی میتونه برسه یا نه؟ از نظر ما میتونه و بسیار مهمه. و به هر حال مثلا فرض کنید ما قشرهای مختلفی، دسته های مختلفی تو بازنشستگان داریم، تامین اجتماعی بازنشستگان، مخابرات بازنشستگان کشوری، این هم خیلی جاها الان تو شهرهایی مثلا شوش، کرمانشاه کنار هم دارن اعتراض میکنن. تو همین سالهای اخیر یه قدم جلوتر رفتن تو اعتراضاتشون. کارگران نفت در کنار کارگران فولاد میتونن اعتصاب کنن، در کنار کارگران ذوب‌آهن میتونن در کنار همزمان با کارگران نفت بیان جلو و رو افزایش دستمزدها چندین برابر دستمزدها، اینکه دستمزد نباید زیر خط فقر باشه، اینکه کارگر نباید زندانی بشه به خاطر اعتراضاتش و خیلی خواستهای دیگه، دست به اعتصاب بزنن، دست به اعتراض بزنن. این رو فعالین کارگری یعنی رهبران، یه قشری از
رهبران و فعالین کارگری که دستن در کار این اعتراضات هستن میتونن مبتکرش باشن، میتونن براش تلاش بکنن. خب معلومه تو ایران اعتراض ممنوعه، اعتصاب ممنوعه، اتحاد متحد کردن کارگران ممنوعه، ولی دارن کارگران هر روز ده ها جا یا چندین جا اعتراض مبارزه میکنن. در این مورد هم طبعا مشکلاتی وجود داره، موانعی جمهوری اسلامی ایجاد میکنه که میتونن برش غالب بشن و در جهت هماهنگی، پیوند و همراهی بخشهای مختلف کارگران و معلمان و بازنشستگان و پرستاران تلاش بکنن و اولین حرکت هایی که در این زمینه مخصوصا بین بخشهای مختلف کارگران و پرستاران و معلمان صورت بگیره تکان جدی ایجاد میکنه تو جامعه، تو فضای جامعه تأثیر داره، تأثیر بسیار زیادی داره و میتونه اوضاع رو به سمت دیگری ببره. با همین موانعی که شما الان اشاره کردید محدود به جمهوری اسلامی طبعا نیست. من پاسخ سوالمو از شهلا دانشور اجازه بدید اینطوری بپرسم. خب بذارید یه مثال بزنم. خب 20 تشکل نهاد کارگری، فعالین اجتماعی، دادخواهان، نمیدونم دانشجویی یک منشور چند 12 گانه دادن و این تکرار نشد. منظور من اینه که بعد از ارائه و منشور در این سطح وسیع و گسترده این تکرار نشد. سوال من از شما شهلا دانشور اینه، همه موانع به خفقان دیکتاتوری مربوطه، آیا در بین خود فعالین کارگری تنگ نظری وجود نداره؟ آیا فرق گرایی وجود نداره؟ اینها آیا مانع نیستن؟ به نظر من چرا؟ به نظر من اتفاقا توجه این قطعنامه یک نکتش همینه، به همین داره یک بند اولیه این تأکیداتی که این قطعنامه داره اینه که همه بخش های جامعه رو دعوت میکنه که به منشور خاصای حداقل 20 تشکل بپیوندن و اونو مثل پلتفرم اتحاد مبارزاتی خودشون قرار بدن و تأکید میکنه که این باید خودش رو در فراخوان‌ها، در بیانیه‌ها، در شعارهای کف خیابانی، در همه اینا خودش رو بازتاب بده. و اگر این منشور تأکید میکنه بر خواسته و مطالبات حداقلی، اگر این منشور علیه اعدام کیفرخواست اعلام میکنه، علیه قدرت از بالای سر مردم کیفرخواست اعلام میکنه، از آزادی زندانیان سیاسی صحبت میکنه، از حقوق بخشهای مختلف جامعه صحبت میکنه، از LGBTQ صحبت میکنه، از مسائل مختلف تو 12 بند همونطور که گفتید، خب اینا دردهای عمومی مردمه. به همین دلیل اتفاقا برای اینکه با همین تنگ نظری ها مقابله کرد، برای اینکه با همین دستبندی ها مقابله کرد، ما یک بار دیگه همین منشور رو میذاریم جلوی این جامعه و میگیم ایناست محورهایی که میشه حول اینا اتحاد کرد. به ویژه توی قسمت دیگه، بند دیگه ای از همین تاکیدات به این اشاره میشه که فعالین کارگری، تشکل‌های کارگری رو مسائل سیاسی حاد اساسی جامعه میتونن اتحاد عمل داشته باشن و ما این رو داریم عملا میبینیم. ممکنه تو بیانیه‌هایی که علیه اعدام داده میشه، بیانیه‌هایی که علیه زندان داده میشه، همین الان کارزار دفاع از شریفه محمدی نمونه ای از اینه که از مقطعی که این قطعنامه داده شده، یعنی از خرداد ما تا الان، ببینید پیشرفت یا کجا به کجا رسیدیم. تو اون قطعنامه میگه موقعیتی که جنبش کارگری داره ما رو توی یه جایی قرار داده که نوید بخش بتونه جنبش کارگری پرقدرت‌تر و پرتوان‌تر ابراز وجود سیاسی کنه تو صحنه سیاسی جامعه. و امروز میبینیم بعد از اون قطعنامه اعتصابات سراسری هزاران کارگر نفت رو داریم. بعد از اون قطعنامه تجمعات مشترک بازنشستگان تو شهرهای مختلف رو داریم. خب این نشون میده بنابراین اون ضرورت و اون نیاز و اون زمینه هایی که وجود داره و
اینکه جامعه میخواد از معیشت و زندگیش دفاع کنه، میخواد علیه اعدام و سرکوب بایسته و باید بایسته و میخواد راه پیشروی انقلابش رو هموار کنه، کنار هم قرار میگیره. از تو این حرکت میبینید که تجمعات مشترک بازنشستگان در کرمانشاه رو ما شاهدیم. از توی این روند ما اعتصاب سراسری در نفت رو شاهدیم و همین حرکت این تنگ نظری ها رو هم به نظرم جارو میکنه و عقب میزنه و این زمینه های اتحاد رو فراهم میکنه. وقتی بازنشسته، وقتی کارگر شعار میده اتحاد اتحاد علیه فقر و فساد، خب این پاسخ همین مسئله است دیگه، مردم اتحاد اتحاد علیه فقر و فساد. و این یعنی تنگ نظری رو بذارید کنار، گروه بندی های این چیزا رو باید کنار گذاشت، رو این مسائل اساسی باید فوکوس کرد. به ویژه اگه ما تبیینمون اینه که گفتمانایی که امروز هست میگه حقوقای نجومی نمیخوام، فلاکت عمومی باعث شده، حقوقای نجومی باعث فلاکت عمومی شده، میگه که امنیتی که شما میگید امنیت سرمایه‌داران، امنیت کارگر کجا رفته، و داره میگه از یک زندگی انسانی صحبت میکنه، میگه مرگ بر بردگی زنده با زندگی، این شعارا رو میده. تو این شرایط این اتحاد زمینش فراهمتر حول این مطالبات رادیکال و از این زاویه، هم از زاویه ضرورتش، هم از زاویه زمینه های وجودش، از همه اینا که موجود هستش، از همه اینا باید به این مسئله با توجه بیشتری کرد. و فراخوان من به همه اکتیویست و فعالین کارگرینه که از همین زاویه نگاه کنیم و در واقع تو میدان عمل منشور 20 خواستای حداقل خودمون رو جامعه عمل بپیشونیم، بکنیم اونو پرچم مبارزاتمون، متحد کنیم صف خودمون رو و قدمهای بعدی رو به جلو برداریم. بسیار خب، 5-6 دقیقه بیشتر به پایان برنامه نمونده. کاظم نیکا، فرض کنید همه این موانعی هم که ما گفتیم، حالا جمهوری اسلامی مسائل دیگه برطرف شد و فعالین کارگری در کنار هم قرار گرفتن و اتحاد خوبی هم برقرار کردن، حاصل این قرار چی بشه؟ قرار چه اتفاقی بیفته؟ خب حاصل این که قرار خیلی اتفاقات بیفته، یعنی مسئله اینی که اساساً کارگرها بشارت دهنده یک جامعه انسانی هستن، جامعه‌ای که درش اکثریت مردم محروم نباشن، همه مردم رفاه داشته باشن، آزاد باشن، برابر باشن، از زندگی انسانی برخوردار باشن. و پیشروی طبقه کارگر، یعنی هر قدم پیشروی طبقه کارگر، یعنی نزدیک شدن به این خواستا. همین الان چم، یعنی شما اگر این اعتراضات بازنشستگان و کارگران نفت و معلمان و غیره نبود، این جامعه جهنمی صد بار بدتر از این بود، از نظر معیشتی، از نظر فقر، از هر نظر، از نظر فضای سیاسی حتی. و جمهوری اسلامی رو و سرمایه‌دارای مفتخور این مدام تو این اعتصابات و اعتراضات کارگرها دارن عقب میرونن و از این نظر به اصطلاح اون چیزی که تحولاتی که جنبش کار، نه فقط جنبش کارگری که بالاخره بحثمون سر جنبش کارگری که میگیم اعتراضات کل طبقه کارگر به عنوان یک طبقه، طبقه‌ای که میخواد استثمار و مفخوری و ستمگری و دیکتاتوری رو از بین ببره، هر قدم به این خواستا نزدیک بشیم جامعه به جای دیگری میرسه. راستش اساس مسئله اینه که جز طبقه کارگر هیچ کس نمیتونه جامعه رو آزاد کنه و طبقه کارگر هم بدون اینکه جامعه رو آزاد کنه نمیتونه خودش رو آزاد کنه. در نتیجه این روند و این مبارزه به عنوان یک مبارزه طبقاتی همه جانبه در مورد معیشت، در مورد زندان، در مورد آزادی بیان، در مورد تقابل با نهادهای سرکوبگر و ارتجاعی مذهبی، همه اینا، این مبارزه طبقه کارگر تو همه این عرصه‌ها به اشکال مختلفی ادامه داره و ما به عنوان حزب کمونیست کارگری خودمون رو بخشی از این جنبش و اعتراض می‌بینیم و می‌دونیم و روش داریم تأثیر می‌ذاریم و سعی می‌کنیم رو جلو ببریم، هدایت کنیم و غیره و غیره. به هر حال بس
بسیار وسیع است، ولی میخوام بگم یک جامعه ایران، یک تو ایران یک جنبش بسیار فعال کارگری جریان داره و بسیار امیدبخش، بسیار پیشرو و بسیار عمیق که نویدبخش یک جامعه بسیار بهتر هستش. خب کاظم نیکا، شهر دانشور کاظم نیکا، در مورد یه مقدار استراتژیک‌تر در مورد این نتایج محصل همچی اتحاد عملی صحبت کرد. اون چیزی که من دنبالش هستم اینه که خب اتحاد عمل فعالین کارگری بلافاصله، یعنی میخوام بگم در قدم‌های خیلی کنکرت و مشخص همین امروز باید منجر به چی بشه؟ بله، سوال مهمه. ببینید خب این قدم یه تاکیدات دیگه هم داره، مثلا اتحاد شاغل بازنشسته، اتحاد بخش‌های مختلف بازنشستگان، تکثیر تجربه تشکل‌هایی که تاکنون توی موفقی که تو جنبش کارگری بود از جمله شورای سازماندهی. خب این اتحاد عمل فعالین کارگری برای، یعنی این فعالین کارگری نقش کلیدی دارن برای پیشبرد اینها میدانی، و اینها یعنی قدرت بخش جنبش کارگری خواهد بود. جنبش کارگری رو توی یک موقعیت قوی تری قرار میده، طبقه کارگر رو توی یک موقعیت کلیدی تری قرار میده، اجتماعات رو قدرت میبخشه. اجتماعات وقتی گسترده میشه طبعا تنور اعتراضات و اجتماعات رو کف خیابون رو پر جمعیت در میکنه. من میدونی بسیار مهمه و از همین رو خطاب این قطعنامه به یک معنا به فعالین و رهبران کارگری، به اکتیویست های اجتماعی هست که این ببینن که چه موقعیت مناسبی هست و چه قدم هایی رو باید بردارن تا اینکه بتونه این تبدیل به یک کیفیتی بشه که اون نقش تحول بخش خودش رو بتونه ایفا بکنه. و از جمله ما الان تلایه‌هاش می‌بینیم، وقتی که شعار شاغل بازنشسته اتحاد اتحاد داده میشه و طبقه کارگر پرچم اتحاد طبقات کارگری رو به دست میگیره. خب اینو میدانی رهبران کارگری، فعالین کارگری با اتحاد خودشون با کنار هم قرار گرفتن میتونن این رو جلو ببرن، و تا همین الانم به نظرم این تعیین کننده بوده، تأثیر گذاشته. و خوشبختانه اون رادیکالیسم جنبش کارگری، نفوذ گفتمان‌های رادیکال، پیشرو و مترقی، خود انقلاب زن زندگی آزادی که پایه‌هاش روی همینا گذاشته شده، بستر رو فراهم‌تر می‌کنه که اینا رو بیشتر متحقق کرد. از این زاویه من می‌خوام بگم که اتحاد همیشه برای اتحاد نیست، اتحاد برایش پیش برده یه فعالیت هایی توی سطح دیگه و کیفیت بخشیدن به جنبش کارگری. پلتفرمش منشور 20 تشکل، خواستای منشور مطالبات پیشرو زنان، اشکالش سازمانیابی و استفاده تجربه شوراهاست، اتحاد شاغل بازنشسته است، اتحاد بخش های مختلف بازنشستگانه. عملا هم دارن اینا داره شکل میگیره، عملا ما هر هفته با شتاب میبینیم اینا داره اجرا میشه. نمونش تجمعات بازنشستگان کشوری تامین اجتماعی کنار هم دیگه شده یه ریتم، یه روتین توی کرمانشاه، توی اهواز. برای میخوام بگم حاصلش اینه و مطبقه کارگر رو در موقعیت قرار میده که بتونه نقش تحول بخش خودش رو ایفا بکنه. بسیار ممنونم شهلا دانشور کاظم نیکا که در این برنامه شرکت کردید. متشکرم. برنامه خط رفاه به پایان رسیده، تا هفته دیگه که مجددا در خدمت شما خواهیم بود، براتون روزها و شبهای خوبی رو آرزو می‌کنیم. شاد و سربلند باشید.